فصل 11. چنان زندگی کنید که سرمشق باشید. آن زمانی را به یاد دارم که به شدت می‌خواستم تغییرات عمده‌ای در زندگیم بدهم. سالها جستجو می‌کردم و می‌کوشیدم بفهمم چگونه می‌توانم خوشحال‌تر، راضی‌تر و آرام‌تر باشم. می‌خواستم عالی باشم، معنای بیشتری در زندگیم بیابم و بهترین وجودم را ابراز دارم. اما همیشه چیزی مرا از برآورده ساختن عمیق‌ترین آرزوهایم منحرف می‌کرد و سال‌های پیاپی به تکرار الگوهای پیشین کشیده می‌شدم. هرگاه شروع به گام برداشتن در مسیر درست می‌کردم، رویدادی مرا سرگرم و از ادامه راه موفقیت منحرف می‌کرد و ناگهان کاری در جهت تخریب خودم انجام می‌دادم. به جای زندگی و رشد و نمو کردن، من هم یکی از آدم‌هایی شدم که فقط زنده هستند. دوستان، اعضای خانواده و همکارانم نمی‌توانستند بفهمند چرا پیوسته ماجراهایی می‌آفرینم که موجب پریشانی خاطرم می شوند و مرا از مسیر دستیابی به رویاهایم منحرف می کنند. تا آنکه سرانجام یک روز متوجه شدم که فکر می کنم شایسته خوشبختی و موفقیتی بیش از آنچه دارم نیستم. مانند روز برایم روشن شد که از طریق رفتارهای خود ویرانگر خودم را برای کاستی ها و اشتباهات گذشتم تنبیه می کنم. هرچه سعی می کردم باز هم نمی توانستم به این تعهد که هرچه راه می خواهم داشته باشم و بهترین انسانی که می توانم باشم پایبند بمانم. اگرچه از صمیم قلب می خواستم که تغییرات ماندگاری در خودم بدهم، نمی توانستم انگیزه لازم را ایجاد کنم. آنگاه یک روز که به خودم فرصت نشستن در سکوت داده بودم، صدایی از درونم شنیدم که گفت: برای خودت بهترین انسانی که میتوانی بشوی نشو، این کار را برای دیگران بکن، برای کسانی که تو را تحسین میکنند و سرمشقشان هستی این کار را بکن، این کار را برای کودکانی انجام بده که فکر میکنند به اندازه کافی خوب نیستند، برای آنکه دیگران ببینند که آنها هم می توانند عالی باشند این کار را بکن. ناگهان حقیقتی را درک کردم که بارها شنیده بودم. یکایک زندگی های ما مهم هستند و تأثیری عمیق بر این جهان دارند و هر کدام از ما این فرصت را داریم که جهان را به مکان بهتری تبدیل کنیم. احساس کردم به شوق آمدم و بی تفاوتی و تعللی که به نظر می رسید همه جا همراه من است، جای خود را به شور و اشتیاق برای زندگیم داد. احساس کردم حقیقتی که مدت ها پنهان بود برایم آشکار شده است و اکنون می توانم بفهمم که چگونه هدیه بزرگتری به جهان بدهم. تنها کاری که باید می کردم این بود که بهترین من ممکن برای خودم باشم و سرمشقی برای دیگران شوم تا آنها بدانند که خودشان هم می توانند چنین کاری بکنند. اگر نمی توانستم به خاطر خودم عالی باشم اشکالی نداشت. می توانستم با عالی بودن به خاطر دیگران تأثیرم را بر جهان بگذارم. اگر این تحول که خارق‌العاده ترین شما ممکن بشوید شما را به شوق نمی آورد، اگر مطالبه عظمت خودتان انگیزه آغاز روز را به شما نمی دهد، اگر فکر می کنید ارزش آن را ندارید که دنبال بهترین زندگیتان بروید، پس امسال خود را به شخص دیگری هدیه کنید و به خاطر او امسال را به بهترین سال زندگیتان تبدیل نمایید. این کار را برای فرزندان، برادرزاده ها، خواهرزاده ها یا کسی که به مشاهده یک سرمشق مثبت نیاز دارد انجام دهید. به پیرامون خود بنگرید و ببینید چه کسی در زندگی شما از اینکه شما خود را سطح بالاتری از عظمت ارتقا دهید فایده می‌برد.
می توانید کسی را انتخاب کنید که دوست دارید یا فردی را که حتی نمی شناسید. مهم نیست که این اشخاص چه کسانی باشند. مهم این است که آنها از حمایت و سرمشق بودن شما فایده ببرند. می توانید داوطلب حمایت کردن شوید. می توانید این کار را برای یک کودک انجام دهید. شخص، گروه یا سازمان خاصی را برگزینید و بهترین سال زندگیتان را به آنها هدیه کنید. تجسم کنید اگر همه کسانی که امسال با شما در ارتباط هستند بتوانند عظمت شما را مشاهده و احساس کنند چه می شود؟ اگر بتوانند برق چشمانتان را ببینند، تنین شوق‌گذاری را در صدایتان بشنوند و شور و شوق کامل شما را برای زندگی احساس کنند چه می شود؟ آیا فکر می کنید برای آنها مؤثر خواهید بود؟ اگر امسال فقط همین کار را داشته باشید که به انجام برسانید و هدفتان فقط همین باشد چه می شود؟ اگر تنها کاری که لازم است انجام دهید این باشد که چنان زندگی کنید که دیگران را مشتاق زندگی و سهیم شدن موهبت‌هایشان با اطرافیان کنید چه می شود؟ اگر آماده هستید که به توان کامل خود دست یابید، اگر مشتاق هستید که دنبال رویاهایتان بروید و به آنها تحقق بخشید، به اطرافیانتان چه درسی می دهید؟ بی تردید به این افراد می آموزید که آنها نیز قدرت تحقق بخشیدن رویاهایشان را دارند. آنها نیز این ارزش را دارند که بهترین زندگیشان را داشته باشند. کسی چه می داند؟ شاید کسی که انتخاب می کنید حامی او باشید بتواند جهان را دگرگون کند. شاید ادعای این شهامت را بیابند که زندگی خود را خارق‌العاده کنند. چون شما برایشان الگوی شهامت بوده اید، من به عنوان یک آموزگار هر روز با شگفتی و احترام به اطرافیانم که مسئولیت انجام کارهایی را میپذیرند و در نتیجه جهان را تغییر میدهند مینگرم، زیرا این افراد متوجه شدند که اگر من میتوانستم آنها نیز میتواند. این قدرت زیستن زندگیتان به عنوان یک سرمشق است. به تازگی از گروهی از مربیانی که دوره پیشرفته‌ای را با من می‌گذراندند خواستم که بهترین سال عمرشان را زندگی کنند تا سرمشق کسی که دوست دارند شوند و او ببیند چه چیزهایی ممکن است. کتی که طبیعتاً خجالتی و درونگراست متعهد شد به خاطر پسرش اندرو که او نیز درونگرا و کم حرف است به بهترین شیوه زندگی کند و از حقوق و باورهایش دفاع نماید. یک روز کتی، پسرش و آلیس دوستش با همدیگر نهار می‌خوردند که آلیس حرفی زد که به نظر کتی نامناسب آمد. اگرچه در گذشته او در چنین شرایطی ساکت می‌ماند و آن حرف را نشنیده می‌گرفت، به یاد آورد به خاطر پسرش متعهد شده است که بهترین وجودش را آشکار کند. بنابراین تصمیم گرفت عقیده خود را بگوید. پس به دوستش گفت که فکر می کند اظهار نظر او بیجاست و بهتر است در آینده عقایدش را برای خودش نگاه دارد. کتی از خودش رضایت پیدا کرد که حد و مرز محکمی تعیین کرده، اما هیچ فکری درباره تأثیری که احتمالاً این رفتار بر پسرش گذاشته است نکرد. هفته بعد هنگامی که اندرو از مدرسه به خانه آمد، با هیجان به مادرش گفت که در کلاس ایستاده و عقیده خود را درباره موضوعی که برایش مهم بوده گفته است. کتی مبهوت پرسید چه چیزی موجب شده که بیستی و عقیدت را ابراز کنی؟ اندرو پاسخ داد من این کار را کردم چون دیدم تو در برابر آلیس ایستادی. از آن روز به بعد این زن با دقت انتخاب‌ها و رفتارهای خود را بررسی می‌کرد، زیرا می‌دانست که شیوه زندگی او بر پسرش تأثیر می‌گذارد و اندرو طبق آن الگو برمی‌گزیند که چگونه زندگی کند. کتی دیگر حاضر نبود مسائل را نادیده بگیرد یا عقیده خود را ابراز نکند، زیرا متعهد شده بود که برای
فرزندش سرمشق باشد. اختصاص زندگی و انتخاب‌های روزانه به چیزی بزرگتر از خودتان این امکان را به شما می‌دهد که از حصار عادت‌ها خارج شوید و از شما می‌خواهد که بهترین وجودتان را آشکار کنید. هنگامی که موفق می‌شوید تا به دیگری فایده‌ای برسانید، بزرگترین هدیه ممکن را نه تنها به دیگران بلکه به خودتان داده ای. ری در 45 سالگی بازرگان مهم و بانفوذی به شمار می آمد و به سطحی از موفقیت رسیده بود که حتی تصور نمی کرد برایش ممکن باشد. اما اندکی پس از امضای یکی از بزرگترین قراردادهایی که تا کنون بسته بود متوجه شد که هر قدر قرارداد ببندد و هر اندازه پول به دست آورد، موفقیت صرف او را راضی نمی کند. در نتیجه این تاجر در اوج موفقیت به شناختی رسید که زندگی خودش و افراد بیشمار دیگری را دگرگون کرد. او فهمید که هرچه بیشتر از خودش بیرون بیاید و برای زندگی دیگران مفید باشد، احساس خوشبختی و خوشنودی بیشتری پیدا می کند. ری در باشگاه دختران و پسران فعال شد و برنامه‌ای طرح کرد تا جوانانی که در شرایط عادی قادر به پرداخت شهریه دانشگاه نیستند، اگر نمرات خوبی در دبیرستان بیاورند، بتوانند به دانشگاه بروند و هزینه آنها تأمین شود. او به پیگیری اشتیاق خود برای یاری دیگران ادامه داد و آنچه در ابتدا فقط به عنوان تعهد به حمایت از چند جوان آغاز شد، به ایجاد و توسعه طرح مشارکت حمایت ملی انجامید. این طرح امروز در صدر جنبش‌های ملی قرار دارد که جوانان آمریکا را با حامیان دلسوز در ارتباط قرار می‌دهد. این مرد که هر آنچه را با پول میتوان خرید در اختیار داشت، اکنون به یکی از بزرگترین رازهای زندگی دست یافته است. خدمت کردن هدیه است که نه تنها به دیگران بلکه به خود نیز میدهید. در روزهایی که این احساس را دارید که نمیتوانید یا نمیخواهید دوباره تلاش کنید یا میبینید در آستانه راهی قرار گرفتید که ممکن است موفقیت شما را تهدید یا تخریب نماید، می توانید به یاد بیاورید برای کسی غیر از خودتان متعهد شده اید که به بهترین شیوه زندگی کنید. این یادآوری این قدرت و اشتیاق را به شما می دهد که انتخاب های بهتری داشته باشید. تجسم کنید اگر یکایک ما در خدمت دیگران زندگی می کردیم، جهان چگونه جایی بود؟ اگر هر کدام ما درک می کردیم که عزیزانمان از طریق مشاهده رفتار ما می آموزند، احتمالاً به کارهایی که می کنیم بسیار دقیق تر می شدیم. اگر هر کدام ما آگاه بودیم که موفقیتمان چقدر برای دیگران مفید است، شاید تا این اندازه گرفتار بیش از حد می ترسم یا بیش از حد گرفتار هستم یا بیش از حد خسته هستم نمی شدیم. اگر با خارق‌العاده کردن زندگیتان زندگی کودک را نجات دهید چه می شود؟ اگر بدانید که چنین خواهد شد، آیا راهی برای انجام آن پیدا نمی کنید؟ البته که پیدا می کنید. در این صورت حاضرید هر کار لازمی برای به سر رسیدن با گذشته تان، انتخاب های نیروبخش و مهربان بودن با خود و اطرافیانتان انجام دهید. شما این کار را می کنید چون ناگزیر هستید. اگر امسال وانمود کنید که در این باره ناگزیر هستید چه می شود؟ من می دانم خودم در آن مواقعی از همیشه خوشحال‌تر هستم که تدریس می کنم یا در انجام طرحی فعال هستم که عظیمتر و فراتر از من است.
هنگامی که فعالانه در بهبود وضعیت جهان نقش دارم، هدفمندی و رضایت تک تک سلول های بدنم را فرا می گیرد. برای اغلب ما همین طور است. سال گذشته یک دوره فشرده یک هفته‌ای را برای 50 نفر که استفاده از شیوه ها، تکنیک ها و روند های مربیگری را آموزش می دیدند برگزار کردم. روز سوم از تک تک شرکت کنندگان خواستم که بگویند در نتیجه این آموزش متعهد هستند که در زندگی خود چه بیافرینند. یکی یکی درباره نتایجی مانند کاهش وزن، جذب تعداد معینی مراجع کننده، دستیابی به عشق بیشتر و مواردی مانند اینها صحبت کردند. تقریباً به نفر 25 که رسیدم دیگر نمی توانستم ادامه دهم. احساس می کردم خسته هستم و نیرویم کاهش یافته است. هیچ سرزندگی، شور و شوق و به طور مطلق هیچ نشاطی در گفته های آنان نبود و می دانستم که امکان ندارد هیچ کدام از این افراد شگفت‌آور بتوانند هدایای خاصی را که می خواستند به جهان عرضه کنند، مگر آنکه به سطح بالاتری از اشتیاق برسم. نشستم و از این غمگین بودم که پس از این همه کاری که طی چند سال گذشته با این مربی ها انجام دادم، هنوز آنها دچار نزدیک بینی هستند و فقط بر اهداف من و مال من تمرکز دارند. از آنجا که هدف من این است که از دیگران حمایت کنم تا خود را متحول سازند، می دانستم باید کاری اساسی انجام دهم. در نتیجه آن بحث را نیمه تمام گذاشتم و جمع را به گروه های کوچکتر تقسیم کردم. به آنها گفتم هر گروه در وقت استراحتی که برای نهار داشت طرحی بریزد که برای شخص یا چیز دیگری غیر از خودشان مفید باشد. برای نمونه راه اندازی یک خانه سالمندان، سرپناهی برای خانواده های بی خانه یا یک مرکز خیریه برای کودکان طرح‌های قابل قبول بود که همه افراد گروه به انجامشان اشتیاق نشان می دادند. فراخانی برای خدمت کردن به شمار می آمدند و ظرف یک ماه امکان دستیابی به آنها وجود داشت. پس از نهار اعضای دوره لبخند زنان و صحبت کنان بازگشتند و شور و شوق، هیجان و انرژی بالای جمع اتاق را فرا گرفت. آنها دست دسته ایستادند و آنچه را طرح تعطیلات نامیدیم شرح دادند. علت این نامگذاری آن بود که طبق قرار باید طرح‌های پیشنهادی تا 31 دسامبر یعنی پایان سال به نتیجه می رسید. جنیفر دبی شادی لوری طرح مرغ نوروزی را بنا نهادند که هدفش این بود یاری رساندن به زنان به منظور برقراری ارتباط با اعتماد به نفس، غرور و حفظ ارزش خود از طریق حمایت و آماده سازی آنها برای بازگشت به محل کار. سربرندی و نشاطی که یک ماه بعد از شرح هدف طرح از ارائه دهندگان آن منتشر می شد دوچندان شده بود. آن افراد برایم گفتند که چه ساده این کار مهم را به انجام رسانده و از طریق این کار گروهی چقدر به اطرافیانشان که از آنها نیز برای مشارکت و کمک دعوت کرده بودند نزدیکتر شده اند. ریچر و راچل خود را هدایای عشق نامیدند و متحد شدند که یک جشن سال نو عالی همراه با غذا، هدیه و برنامه‌های تفریحی برای بی‌خانمان‌ها ترتیب بدهند. مأموریت آن دو نفر این بود که برای افراد مصیبت زده فضایی سرشار از شادی و عشق فراهم آورند تا آنها احساس کنند سال نو را در میان خانواده خود جشن می گیرند. این گروه با سرپرستان فضای امن که خانه امنی
برای زنان و کودکانی که از خشونت در خانه گریختند است دیدار کردند و به برنامه ریزی برای جشن سال نو پرداختند. آنها برای همه زنان کارت دعوت فرستادند. محل جشن را تزیین کردند. از 3 متخصص آرایش و زیبایی، 1 متخصص ماساژ و 1 خواننده کاراکوئه دعوت به عمل آوردند. همچنین از 1 رستوران خوب آن اطراف غذای ایتالیایی سفارش دادند. طراحان جشن ترتیبی دادند تا 1 نفر لباس بابا نوئل را که اهدایی کسی بود بپوشد و هدیه ها را به کودکان بدهد. 1 مغازه لباس فروشی بسیار سطح بالا با خوشحالی لباس هایی به ارزش صدها دلار هدیه داد و 1 متخصص پوشاک ساعت ها ایستاد و به یکایک زنان لباسی و آلات عطر و لوازم آرایشی را که مردم مشتاقانه اهدا کرده بودند تقدیم کرد. شب سال نو همگی دعا کردند، آواز خواندند، به تفریح و بازی پرداختند. یکی از خانم‌های مهمان در حالی که اشک در چشمانش حلق زده بود گفت: این نخستین بار است که پس از سال‌ها احساس شادمانی می کند. تمامی افراد فعال در این طرح وقت و انرژی فراوانی برای این ضیافت صرف کرده بودند. اما در پایان مراسم پر انرژی تر و خوشنودتر از ابتدا بودند. نشاط کودکان و اشک و خنده زنان آنها را سرشار از قدردانی و عشق کرده بود. و آلان طرح می دانستند که در زندگی این انسان‌های زیبا و دردمند تفاوتی به وجود آوردند. اینها فقط 2 نمونه از هدایایی بود که این جمع متحد که از سراسر جهان دور هم جمع شده بودند عرضه کردند. فقط نیت خدمت به دیگران و تعهد به مفید بودن برای حرکت کافی است. در همه سالهایی که آموزگار بودم این نکته را آموختم که مردم دوست دارند برای دنیا مفید و مؤثر باشند. آنها دوست دارند بدانند که بود و نبودشان تفاوت دارد. آدمها دوست دارند که احساس کنند مفید و مهم هستند. آنها دوست دارند که در بهتر کردن این جهان نقش داشته باشند. مردم دوست دارند که ایثار کنند، زیرا این کار برایشان نشاط آور است. همان گونه که شاعر شهیر تاگور گفته است: خوابیدم و در خواب دیدم که زندگی نشاط است. بیدار شدم و دیدم که زندگی خدمت است. عمل کردم و فهمیدم که خدمت نشاط است. یکایک ما می توانیم به همین شیوه دنیا را به مکانی بهتر تبدیل سازیم. می توانیم متحد شویم که بار عواطف نامساعدمان را به خاطر دیگران رها کنیم. می توانیم فشارهای هر روزه را که شادیمان را پایمال می نمایند کنار بگذاریم و آنها را با تعهدی راسخ به خدمت برای کسانی که کمتر از ما خوشبخت هستند جایگزین کنیم. ما می توانیم حامی شویم یا داوطلبانه در سازمانی که به کمک نیاز دارد به خدمت بپردازیم. با تعهد به آنکه در خدمت یک واحد بزرگتر زندگی کنیم، در ذهن متحد می شویم که زندگی سرشار از نشاط و شکرگزاری داشته باشیم. هدایایی که از خدمت به دیگران دریافت می کنیم بی اندازه گرانبهاست. اقدام کنید، چنان زندگی کنید که سرمشق باشید. اگر در آفرینش بهترین سال زندگیتان موفق شوید، بیش از همه بر زندگی چه کسانی تأثیر خواهید گذاشت. شخص، گروه یا سازمانی را انتخاب کنید و امسال خود را به آنها هدیه دهید. خود را متحد کنید که سرمشقی الهام بخش برای آن شخص یا گروه باشید تا آنها ببینند چه ها برایشان ممکن است. عکسی از آن شخص یا گروه را در معرض دید خود قرار دهید و هر روز از خودتان بپرسید که امروز چه کار می توانم بکنم
تا زندگیم خارق‌العاده شود. به یاد داشته باشید که با اعمال خود به افراد مورد نظرتان می آموزید که آنها نیز می توانند چنین باشند.